اینطور که در رسانه ها گفته شده، هولاکو احمدیان فرمانده تیپ 65 نهد معروف به کلاه سبزهای ارتش به دلیل سرپیچی از دستور فرماندهان نظام جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراضات اصفهان و همچنین عدم پذیرش آموزش به نیروهای ناجا طی حکمی به صورت پیش از موعد بازنشسته شد. حالا در این ویدیو از حالا حاشیه خداحافظی سرافرازانه او رو تماشا میکنید. آخر در هر صورت ثابت کردم نیرو زمینی عقدنامه ننه کسی نیست، حتی ننش اگه خدمات ویژه به جامعه داشته باشه. هر غلطی خواست با آبروی ملت بکنه، من واستادم. اینو یادتون نره. من و شما یادتون باشه، یه مثال میزنم تموم میکنم. پرنده ها رو دیدی رو شاخه میشینن؟ هی میشینه بلند میشه. چرا بلند میشن؟ چون اعتماد به اون شاخه ندارن. یه میشکنه. عقاب هر جا بشینه از جاش تکون نمیکنه. چرا؟ چون عقاب به جایگاه و شاخه بسته نداره. عقاب به خودش رب اعتماد داره. به بال و پرش اعتماد داره، به چنگالش. شاخه هم بشکنه نمیافته. بیافتن عقاب رو زمین شرف داره تا 100 تا لاشخور رو هوا. اینو یادتون نره. هولاکو احمدیان با کله پاچه دادن تو امامزاده هاشم، جوجه کباب دادن تو سد کرج، کادو بردن تو دفتر کسی نخواد بیشتر کن. کادو رو من میدم به کسی که بالا سب سرش باشه انگوشش باشه. تا تشم هستم. هزینه شو داد، الانم سر بلند. راحت داره ازتون خدافظی میکنه. درود به شرفتون تمام. پیشکش می کنم به خانواده داغدار زندیاد بکتاش آبتین. از خون جوانان وطن لاله دمیده، از خون جوانان وطن لاله دمیده، از ماتم سر به قدشان، از ماتم سر به قدشان سرف خمیده. چه بد رفتاری چرخ، چه بد کرداری چرخ، نه دین داری نه آیین داری چرخ، نه دین داری نه آیین داری چرخ. شکرالله مسیح پور، 18 دی ماه 1400. واقعی تو این مرد که بند بود؟ من خدمتگزار حرم شریفم. من به کسی یا کسانی اجازه نمیدم که حرمت حرم رو بشکنن. من خیلی محترمانه مطرح کردم، حرف بعدی که نزدم. راستی که پدر سوده راستی که پدر سوده راستی که پدر سوده
شجریان هم پس یقش بگیرین. شجریان میگه همه آخونده خرن، از دم میگه روحانیت جمیعا خرن. اینا گوش کن، دوبارم گوش کن. البته خب پاریس خیلی چیزای دیدنی داره، یه چیزای قشنگ داره. این فونتنشه، آبشارشه که درست رو برد میفله قشنگ زیبا درمشه. الان هم که کرونا کولاک کرده، بیش از 250,000 نفر مبتلا میشن. اینجا هم که میبینید خیلی زیبا و تمیز هست و اینها. این منطقه دقیقا نگاه کنید جلوی فونتنا، اینجا پایگاه سیاوش اوستا بود. وقتی که از ایران من خارج شده بودم، مدتی در لبنان بودم، بعد اومدم اینجا. اینجا درست پایگاه من بود و اینجا الان آب بایستد. در این منطقه که می‌بینید، این منطقه مخصوص من بود، در انحصار من بود و کار من اینجا عکاسی بود. بدونید مردم، سیاوش اوستا اینجا عکاسی می‌کرد، عکس می‌گرفتم. فقط ویکندا می‌اومدم، دو روز، شنبه و یک شنبه. و حدود اون موقع 1,500-2,000 فرانک 40 سال پیش کاسبی میکردم. بعد میرفتم تمام هفته درسم رو میخوندم، زندگی میکردم، زندگی خیلی خوب. اینا چند سال همینجا کار من عکاسی بود، هزاران هزار عکس گرفتم و برای مردم که میومدن اینجا. زبان که بلد بودم، ترکی، عربی، خیلی به من کمک کرد، چون هر عربی میومد میگرفتم، میشه عکس ازش میگرفتم اینجا. و خیلی مفید و خوب بود. و یادتون نره که زبان خیلی خوبه، کمک میکنه به شما. اون موقع ها این تکنولوژی مدرن اصلا نبود. اون موقع ها کسی 100 نفر یه نفرم دوربین عکاسی با خودش هم نمیکرد، دوربین هم نداشتن، چه که بسیار میخوان عکس بگیرن. بعدن دیگه دوربین ها زیاد شد و اینها. من با پولاراید میگرفتم، 2-3 عکس میگرفتم، 50-60-70 فرانک پول میگرفتم و خیلی وضعمون خوب بود. 2 روز کار میکردم فقط، از 12 می اومدم تا 5-6 بعد از ظهر. اینجا این منطقه مال من بود، اجازه رسمی داشتم، من کارت داشتم، مالیات هم می دادم، مالیات بر درآمدی که در می آوردم می دادم. عقلمو به کار انداخته بودم تا وارد فرانسه شدم. دیدم چگونه میتونم این کار بکنم، رفتم شرکتی به ثبت رسوندم به عنوان عکاس و بعد کارت کار گرفتم. کارت کارم ثابت نبود، یعنی مغازه نبود و اینهایی هرگز نتونستن منو جریمه کنن، کاری کنن، بگن تو چه جور عکاسی میکنی، چون کارمو قانونی انجام دادم. قانونی بود که از زمان ناپلئون اینجا حاکم بود، از زمان ناپلئون کمتر کسی میرفت دنبالش، اصلا هیچ کس نمیرفت دنبالش. عکاسای دیگه بودن جلو برج ایفل همینجا، ولی اینها این کارت کار اجازه کار عقلشون نرسید دود بگیرن. من رفتم اتاق بازرگانی و هزینه دادم، ماه به ماه هم هزینه میدادم، مالیاتمو میدادم، بیمه درمانیمو میدادم و تونستم چند سال اینجا خیلی خوب کار کنم. بعد نگاه کنید، هیچ کس مثل من نمیتونست این کارو بکنه. اونجا میبینی اون روبرو جای پارک ماشین من بود. ماشینم اینجا پارک میکردم، وایسم کار میکردم میرفتم، که پارک کردن ماشین اصلا اینجا ممنوع بود، پارک کردنش اینجا ممنوع بود.
و تا می اومدن مامورا برای کنترل دیگه من میشناختن، آشنا شده بودن، میدونن نه بابا من اجازه دارم. یعنی ذکاوت زیرکی از همون قدیم باید با تو باشه تا بتونی راه حل هایی رو پیدا بکنی، بتونی در این زمانه و زندگی و چه و چه و چه خوب پیش بری. با بوسه و مهر عزیزان، اینا رو میگم که درس بشه براتون، بدونید که در هر شرایطی میشه سربلند زندگی کرد.